چند هفته پس از اینکه نیروهای دولت سوریه کنترل کامل شهر حلب را به دست گرفتند گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که نیروهای دولتی مناطق تحت کنترل شورشیان در نزدیکی دمشق را بمباران می کنند عملیات نیروهای دولتی هفته گذشته و با هدف بازپسگیری یک منطقه استراتژیک در نزدیکی پایتخت سوریه آغاز شد همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای متوقف کردن خشونت ها ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و نمایندگان گروهی از مخالفان دولت سوریه با هم گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که با توافق مقام های روسیه، ایران، ترکیه و سوریه قرار است نشست صلحی به میزبانی قزاقستان برگزار شود. بلنست. نماینده یکی از گروه‌های مخالف دولت سوریه می‌گوید جزد... ما برای گفتگوهای صلح در ژنو یا آستانه آماده هستیم صرف نظر از اینکه این مذاکرات در کدام کشور و شهر صورت بگیرد ما آماده ایم چه در آستانه باشد چه در مسکو چه در ژنو یا دمشق این اظهارات در شرایطی عنوان می شود که گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه که یکی از گروه های اصلی مبارز مسلح در سوریه است اعلام کرده که از مذاکرات صلح اطلاعی ندارد